قیف آموزش‌پرورش ما سبته، کل آموزش‌پرورش رو نمیگم، فقط وزارت آموزش‌پرورش کار ندارم، قیف سبته به این معنی. تو غرب مثلا شما بید انگلیس، تو انگلیس شما به بار دانشگاه بشین یا میخواد بار دانشگاه بشین، مشکل نمید بخواد بار دانشگاه بشین، هر که دلش میخواد بار دانشگاه بشه به سهولت هرچه تمام تر بار دانشگاه بشه. اینجا میگن هر که با هر لحظه دلش میخواد بفهمد به بار دانشگاه بشه. اما از روزی که وارد دانشگاه میشی مشکلت شروع میشه. ترجمه میکنیم؟ از روزی که وارد دانشگاه میشی اینقدر حجم درسی که باید بخونی، اینقدر حجم فکری که باید بکنی، اینقدر تکالیف که رو دوشت هست سنگینه که تو وارد شدنت خوب فارغ التحصیل شدنت کل مقاری میشه، مثل مقاری میشه. من چند سال پیش عدد یادم رفته دقیقا نمیتونم، ولی چند سال پیش از انگلیس یک چیزی، یک آماری منتشر شده بود که من خوندم، من راستش عددش یادم رفته، در یک سخنرانی به دقت از اون نوشته خوندم این آماره. حالا هرچی میگم تقریبی، در انگلیس از هر 100 دانشجو که وارد مقطع لیسانس میشن در دانشگاه، از هر 100 تاشون 27 تاشون فارغ التحصیل میشن از دانشگاه میرن، 73 تاشون هم قبل از فارغ التحصیل شدن خارج میشن از دانشگاه، چون نمیتونن درس رو پاس کنن بگذرونن. از هر 100 تا 27 تا در دوره لیسانس، در دوره فوق لیسانس از هر 100 تا که وارد دانشگاه میشن در دوره فوق لیسانس 8 تاشون فارغ التحصیل میشن، 92 تاشون اخراج میشن. نتونستی دیگه بفهم برو بیرون. و در دوره دکترا از هر 100 تا 1.5 انسان فارغ التحصیل میشن. بنابراین آقا بفهم با سهولت هر چی تمام میگن بفهم تو، ولی بعد باید درس بخون. حالا تو کشور ما چجوره؟ برای ورود بیشترین سختگیری رو میکنه، توجه میکنه؟ اما به محض اینکه وارد شدی دیگه تو بدون فارغ التحصیل. من بارها و بارها گفتم نظام آموزش کشور ما میدونی زبان حالش با شما چیه؟ اینه که آقا خانم اگه وارد مقطع فوق لیسانس شدی، الان امروز وارد شدی، فوق مدرک فوق لیسانست همین الان آماده است، منتها لطفاً این دو سالانی برین و بیاین بعد به تحویل بگیریم، وگرنه مدرکت همین الان آماده است. مدرک تو یعنی ورود به یک مقطع، معناش یعنی فارغ التحصیل شدن از آن مقطع. منتها میگن لطفاً دو سالانی برید و بیاید، یه فرمالیزمیه باید اجرا بشه دیگه، یه دو سالانی برید و بیاید، 5 ترم برید و بیاید، وگرنه همین الان مدرکتون آماده است. تو کشور ما چند تا اخراجی داریم از دانشگاه؟ چند تا اخراجی؟ چند درصد ما اخراج میشن بچه‌ها؟ چند درصد؟ تازه اون درصد ناچیز در حد 1% 2% هم مال علوم فنی مهندسی هست که مشروط میشن و مشروطشون میتونن اخراجشون میکنن. بنابراین تو ورود به دانشگاه تا میتونیم سختگیری میکنیم، اما به محض اینکه وارد شدید به زبان حال میگن خب. از این نظرم هست که به محض اینکه دانشجو وارد مقطع دکترا میشه، از خودش گرفته تا زنش تا شوهرش تا خویشاوندش میگن آقای دکتر، خانم دکتر، چون معلومه که این دکتره دیگه، این دکتره. ترجمه میکنی من امروز وارد مقطع دکترا میشم، دیگه از فردا شما میگی دکتر، چون میدونی که من دکترم. راستان میگید، راست میگید، واقعا همینجوری، من دکترم. اما تو قرار تا شخص از جلسه دفاع رسالش میدنید بیرون کسی میتونه شکر دکتر، چون همیشه امکانی هست که روز آخر بره بیرون. من یکی از آقایون مشهور کشورمون میگم، این در امریکا پیش هیلری پاتنام درس میخوند، رساله دکتراشو با هیلری پاتنام گرفته بود، منطقدان و فیلسوف معروف امریکایی، گفت رساله رو با اون گرفتم و شروع کردم به کار کردم. من از قول خودش البته نمیدونم، گفت نزدیک به 2 سال و تقریبا 2 ماه کار کردم و بعد رساله بردم تحویل دادم که استاد بخونه و برم.
مثلا آماده دفاع بشه. گفت که بیا یک ماه دیگه، بیا که بریم. گفت یک ماه دیگه که رفتم، گفت این صد لاشا رو بکن باکن. گفت این چیه؟ گفتم دم تمام رسالم ریز ریز کرده اختصاصت لاشقا. گفت برو از اون بنویس. یک بار دیگه رساله رو ایشون نوشت و بار دوم میلادی پاتنم تمام شبا ریخت و طرف دکتر نگفته برگشت اومد. الان دکتر ایران دکتر میگه من دکترم ولی دکتر نیست. دو بار یه رساله رو از اول تا آخر نوشته پاتنم ریخت تو سطح لاشقا. خب این نمیشه روز اول که وارد مقطع دکتر میشه میشه آی دکتر تو روز لحظه آخر امکان داره که از همیشه ساقط بشه. اون وقت این معنیش اینه که فرصت ها برابر نیست، چون سخت میگید همه نمیزید وارد مقاطع بشن. اما عوضش وقتی کسی از این تنگنای اولی گذشت، خب قیف و اول باید گشاد بگیرم، دهنه گشاده شد، بعد از اونجا چک 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 بیان بیرون. شما از این قیفو گرفتید وارد دانشگاه شدن اسم از این سوراخ کوچولوه، بعد که وارد شدید دیگه با یک فراخنای سر و کار دارید، با یک گشادنای سر و کار دارید. خب من خودم به نظرم میاد که این خیلی نظمه میزنه. ما در واقع اگر با مخاطب خودمون جوری سر و کار داشته باشیم که گویا ورودش در یک مقطع به معنای خروجش از اون مقطعه، یعنی به معنای فارغ التحصیل شدنش از اون مقطعه، خب کسی چیزی یاد نمیگیره و این متاسفانه در کشور ما وجود داره. شما در دانشگاه ها، من که زمان شاه اینجور نبود واقعا، الان در دانشگاه ها البته من شاه خودمونو میگم، شاید شاید هم همینجور باشه، اون نذانه ولی تو رشته های ما رساله دکترا نمرش که از 17 بالین به بالاست، رساله فوق لیسانس که معمولا از 18 بالین به بالاست. دیگه شاذ و نادر چه کار رسوایی کرده باشه که دیگه بیان و ارزمان نمره کم تر دیم، وگرنه رساله های دکتران نوستانش بینید کجا تا کجا هفتهانی به تا بیست. امتحانات من باور کنید خدا شاهده، من گاهی وقتا میانن امتحان جامعه شو کسی داده میان من امضا کنم قسمت خودم رو. خب تو امتحان جامعه نمرات اساتید دیگر هم میبینم دیگه، که اساتید دیگر هم میدانه چون چقدر نمره دادن تو نمره من هم میبینم که امضا کنم قسمت خودم رو، تو بعد بره بقیه اساتید امضا کنم یه هرچی همه دویه برات بزرگی دیگه. میبینم آقا تو کشور ما تو مقطع دکترا ما دیگه نمره، واقعا صادقانه به تو میگم، ما نمره کمتر از 18 به هیچ دانشجو هیچ کسی نمیدیم. توی نشی که من هستم البته من نشی خودم دارم میگم که میبینم وقت تمام دانشجویان از من ناراحتن که ملکیان یا به مدت 14 یا 13 و نیم یا من رد کرده، اصلا رد کردن دانشجو که باید یه بار این واحد فیل بگیری یعنی چی؟ خب این از طرف دانه این ولی استادم همینجوره، استادم به محض اینکه دکتراشو گرفت و عضو هیئت علمی شد انگار توی حسن حسینی قرار گرفته، توی دژ استواری که هیچ کسی از این دژ نمیتونه بکشنش بیرون. یاد میکنید به محض اینکه من دکترامو گرفتم و عضو هیئت علمی شدم دیگه اگه خوب درس نگم سر کار سر جامعه، خوبم درس بگم سر جامعه، خوب امتحان نگیرم سر جامعه، خوب امتحان بگیرم سر جامعه، بدترین رفتار رو بدانشجو بکنم سر جامعه، بهترین رفتار رو بدانشجو بکنم، چون توی حس حسینی قرار گرفتم دیگه. چجوری شما تو الان میدید دانشگاهی هست که چون توی یه نمونه من بگید که تو دانشگاه های کشور ما یه استادی رو به خاطر اینکه بی سواده بعد از که عضو هیئت علمی بود از عضو هیئت علمی اخراجش کردن؟ ممکنه به خاطر مسائل سیاسی اخراج بکنم، حتی دیگری یا بکنم کنن که قانون نبود، اما اینجوری دیگه. با اینکه استادم باید دائما دلش بلرزه که من اگر خوب تدریس نکنم، اگر خوب فلان نکنم، خوب بهمان نکنم، ممکنه من فردا یا گروه هایم دیگه در همین حد متوقف بمونه یا اصلا من اخراجم کنم دانشگاه. این وجود نداره. خب اینو من معمولاً ازش تعبیر می‌کنم به مدرک گرایی. میگم مدرک گرایی معنیش اینه. معنیش اینه که تنگ می‌گیریم برای ورود، اما گشاده و تسامح‌آمیز و مسامحه‌کارانه بود برخورد می‌کنیم برای خروج. خب این به نظر من یک عیب خیلی عمده‌ای که وجود داره.